سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. جنبش حماس با انتشار بیانیه خبر ترور اسماعیل هنیه را تایید کرد. خبرگزاری روی ترس بر اساس بیانیه جنبش حماس از حمله به محل سکونت وی در تهران خبر داده است و می افزاید که جنبش حماس از کشته شدن اسماعیل هنیه در این حمله صهیونیست ها به تهران ابراز تاسف می کند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس برای اشتراک در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به تهران رفت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر گزارش سه‌ماهه وضعیت حقوق بشری را در افغانستان بررسی کرده است. این نهاد گفته است که در این مدت گزارش‌های درباره نقض حقوق افرادی که به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند نیز ثبت شده است. این در حالی است که امارت اسلامی همواره از تامین حقوق همه شهروندان کشور در چهارچوب شریعت اسلامی سخن زده است. وزارت خارجه آمریکا برای شهروندانش هشدار داده است تا از سفر به افغانستان خودداری کنند. آن وزارت در خبرنامه نوشته که گروه‌های هراس افغان متعددی در افغانستان فعالند و احتمال می‌رود شهروندان آن کشور هدف آدمربایی و گروگانگیری قرار گیرند. اما امارت اسلامی این ادعا را بی‌بنیاد دانسته و افزوده است که برای کار آمدن امارت اسلامی داعش در افغانستان سرنگون شده است. فرمانده امنی ولایت پنجشیر از بازداشت 4 تن در پیوند به اخلال نظم عامه در ولسوالی عنابین ولایت خبر داده است. عابدالله عقاب سخنگوی فرماندهی امنی پنجشیر گفته است که 4 تن با ساخت بمهای خودساز و ثانیه‌ساز تصمیم اخلال امنیت مردم را داشتند که پیش از انجام این عمل بازداشت شدند و همچنان افزوده است که افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کردند. سرپرست وزارت صحت آمد در دیدار با مسئولان برنامه فلج کودکان سازمان صحی جهان درباره محو بیماری فلج کودکان در افغانستان گفتگو کرده است. این وزارت گفته که مسئولان سازمان صحی جهان از توسعه تجهیزات باقیمانده آزمایشگاه فلج کودکان در افغانستان و خدمات مؤثر آن اطمینان دادند. وزارت خارجه کشور اعلام کرده که خدمات قنصلی رایج شده از سوی نماینده‌های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا برای آنها قابل قبول نیست. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. با بقیه برنامه‌های یک همراه باشید. الله نگهدار.